11 روز از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران میگذره. آخرین آمار رسمی 593 مبتلا، 43 فوتی، 123 بهبود یافته. به گفته کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در طی 24 ساعت گذشته 205 مبتلای جدید شناسایی شده. بیشترین تعداد در استانهای تهران با 52 نفر و پس از آن در گلستان با 22 نفر و قم با 21 نفر بودند. و به جز استانهای کرمان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری و زنجان که تا به حال موردی گزارش نشده، بقیه استانها با افزایش تعداد مبتلایان روبرو بودند. مردم اما معتقدند آمار مبتلایان بسیار بالاتره. بعضی مسئولین هم از پنهانکاری دولت میگن. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت، گفته آمار جانباختگان در اثر کرونا خیلی بیشتر از آمار اعلام شده توسط دولته و از قبرستان‌های رشت آمار بسیار وحشتناکی به گوش میرسه. خبری که ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم به نوعی به اون مهر تایید زده. بنا به گفته او احتمالاً 10 تا 15 هزار نفر در کشور مبتلا به کرونا هستند و برخی هم ممکن است درگیر بیماری باشند اما از اون بی خبر. در کنار موزلی که ایران و جهان رو درگیر کرده، زد و نقیز گویی های مسئولین جمهوری اسلامی خود به این اوضاع آشفته دامن زده. علاوه بر اون، عدم تعطیلی رسمی ادارات، با وجود اینکه قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرده مردم در خونه بمونن، تنها 2 ساعت از ساعت کاری کارکنان کم شده و تمامی پرسنل دولتی مجبورن در محل کار خود حاضر شن. در این میان اما به نظر میاد نمایندگان مجلس از تسهیلات جداگانه برخوردارن. خانه ملت تا اطلاع ثانوی تعطیل است. گزارش هایی که در حالی که حسن روحانی از برگشتن به حالت عادی از امروز شنبه گفته بود، برخلاف او وزیر بهداشت از تعطیلی مدارس کل کشور در 3 روز آینده و از روزهای سخت پیش رو از این هفته خبر داد. این روزها و با اخبار ابتلای مسئولین متفاوت و فوت محمد علی رمضانی، یکی از نمایندگان مجلس توسط این ویروس، مردم ایران بیش از پیش نگرانند. چرا که این سوال مهم مطرح شده، چطور اونهایی که خود یک به یک به کرونا مبتلا میشن میتونن سلامت مردم رو تضمین کنن؟ مجده یزدانی، اتاق خبر.